درست. او تهدیدی که شما احساس میکنید از افغانستان، های روسیه هم احساس میکنه اون تهدید؟ بله احساس میکنه، احساس میکنه. پس چرا موضعش مشابه موضع شما نیست؟ خب ببینیم، روسیه دورتر است، نه؟ روسیه دورتر است، شاید منافع روسیه از منافع ما کمی فرق داشته باشد. حتی در آن مورد گفتن که تاجیکا باید مقام شایسته که 46% اهالی افغانستان تشکیل میکنند داده باشند. حالی در روسها در چی نیستند؟ در افغانستان نیستند، ولی روس حق روسها در اوکراین پامال میشده و میبینیم که امروز روسیه در اوکراین یک عملیات ویژه نظامی را آغاز کرده. ولی ما حتی حقوق نداریم که ما یک صدا بلند کنیم که حق همه تاجیکا هم بر همه افغانستان رعایت شود. چرا ما نمیتونیم؟ روسیه این کار رو میکنه. اگر روس ها در افغانستان میبودن حتما این کار رو میکرد که حق روس ها در اونجا رعایت شود. ما دیگه چی نگفتیم؟ ما لشکرکشی نمیکنیم، ما کدام تهدید به یک کشوری نداریم. افغانستان همیشه کشوری دوستی ما بوده است، همیشه برادری ما بوده است، هم زبان است، هم فرهنگ است. ما بسیار احترام داریم به افغانستان، بسیار احترام داریم به افغانستان. درست. آقای اسکندر، آیا تاجیکستان تنها خودش احساس نمیکنه در این کشور، در میان کشورهای منطقه که موضع متفاوت نسبت به دیگر کشورها داره؟ ببینید، در همون سالهای 90 نه، سالهای 90 که اول طالبان به قدرت آمدند، تقریبا تاجیکستان تنها بود در همین مرحله، تنها بود وقتم. یعنی روسیه، ایران که گفتن که به جبهه متحد کمک های میکنند، لیکن از طرف دیگر روسیه هم جای جستجو میکرد، راه را جستجو میکرد که با طالبان همکاری کند، با طالبان حتی آماده بودند که به رسمیت بشناسند. ایران همچنان بعد از اون حوادثی که در کنسولگری اونها در مزار شریف رخ داد، ایران هم یک سیاست گریف و یک سفارایی های نظامی در مرزها کرد، ولی دیر نگذشت که تمام راه ها را برای اکمالات برای طالبان باز کرد و یک سیاست گریف که با اونها همکاری کرد. و تاجیکستان هم همون وقت هم تقریبا تنها بود، ولی همه با امون سیاست تاجیکستان همراه شدن که گفتن که سیاست تاجیکستان درست بوده است. ما از اول نفهمیدیم تا کجا، تا کدام سطح اینها تهدید دارن گروه های تشدفنه که در افغانستان قرار دادن، و فکر میکنم که دیر یا زود به همین سیاست تاجیکستان اونها تن میتین که باید یک مکانیزمی با وجود آوردن یک نظام فراگیر در افغانستان با وجود بیاید. به همین میرسن.